بفرمایید سر میز، غذا آماده است. دخترم به شوهراتونم گفتی بیان برای شام؟ بله مادر، گفتم دارم میان. ببخشید تو خدا، این دندون درد بی موقعی منم باعث شد که خیلی عزیزم، خب ما که غریبه نبودیم، زنگ میزدی کنسلش میکردی دورت بگردم. اتفاقا وقتی که استوری دندون پزشکی تو دیدم به کامی جان گفتم تپلین دختر وقتی حالش خوب بود ساعت 12 به ما شام میداد، دیگه الان باید تا صبح مزاحمش باشیم. مادر مونا جان پاشو برو کامی جان رو صدا کن بیاد برای شام، دخترم غذا از دهن میفته. آخه قربونت برم مونا جون، مزاحم چی عزیزم، واقعا راست میگی، حق داری. اتفاقا پیش پای شما داشتم به نیما میگفتم، گفتم خوش به حال زنداداشت، یه مدل غذا درست میکنه میزش هم نیم ساعته میچینه، برعکسش من از اون ور افتادم دیگه، اینم نقطه ضعف منه دیگه، حتی خودم دو نفرم هستیم و باید غذای مختلف درست کنم، سالاد و دسر دیگه، سفره آرایی هم که از واجباته. به شخص اعتقاد دارم که قضا اول باید چشم آدم سیر کنه، نه مثل بعضی که یه میز میچینن که وقتی آدم نگاه میکنه قشنگ اشتهاش کور میشه. مادر فاطمه جان جراحی کردی یا؟ دخترم زیاد صحبت کردم برات خوب نیست؟ عزیزم از همینجا دارم خورشتاتو میبینم، کاملا بیرنگ و بیلعابه، یه ذره آشپزی یاد بگیر، اگه من بخوام اینجوری آشپزی کنم و تو 2 ساعت 10 مدل خورش درست میکنم. ولی به شخص اعتقاد دارم غذا یک مدل باشه اما درجه یک با رنگ و لعاب و عالی مثل غذاهای من، دورت بگردم. حالا اشکالی نداره، تجربه است دیگه. ببین عزیزم، موقعی که من و مادر شرجان قربونش برم عزیز دلم مهمون داریم، تو یه مقدار زودتر بیا کنار ما وایسا، ما کاملا فوتوفن آشپزی رو بهت یاد میدیم عزیزم. عزیزم همین میخواستم بگم که این دندون درد بی موقعی من واقعا ببخشید دیگه باعث شد که من نتونم آشپزی کنم، مادر شوهر گلمون زحمت غذا رو کشیدن. آره عزیزم به نظرم خیلی هم عالی و جا افتاده است، خیلی خوشمزه است، نمیدونم چرا این حرفو میزنی دیگه، خدا سایه‌شون بالا سر ما حفظ کنه.